سلام، خسرو هستم. سلام، روشا هستم. امروز می‌خوایم با هم یه غذای ایتالیایی درست کنیم به اسم چیکن پارمیجان. مثل همون شنیتزل خودمونه، فقط توی سس مخصوص ایتالیایی درستش می‌کنیم و روش هم یکم پنیر و اینا داره. بهتون الان نشون میدیم که چجوری درستش کنیم. منم کمک میکنم. خب برای درست کردن سس گوجه لازم داریم. از این گوجه های کنسروی کامل آماده استفاده میکنیم. اگه که تو خارج از کشور هستین میتونید از این مارک استفاده بکنی، خیلی کیفیتش خوبه. اگر نه هر چی در دسترستون بود. نمک و فلفل و فلفل چیلی لازم داریم. اگر ریحون تازه در دسترس داشتین که ریحون تازه استفاده کنین، اگر نه ریحون خشک و پونه کوهی یا اورگانو. یکم روغن زیتون میخوایم، یه لیوان آب و سیر تازه. بعد که سسمون آماده شد برای درست کردن مرغ، سینه مرغ استفاده میکنیم، پنیر موتزارلا، پنیر پارمیجان، آرد سوخاری، آرد سفید و نمک و فلفل. تخم مرغ لازم داریم و یکم هم روغن برای سرخ کردنش. اگه دوست داشته باشین به جای روغن و به جای اینکه تو مایتاب سرخ کنید میتونید بذارید توی فر و توی فر بپزین. خب توی ظرفی این گوجه ها رو باید یا با پشت چنگال یا با دست لهشون بکنید. یه لیوان آب هم میریزیم توی این قوطی کنسرو، اینو نگه میداریم برای بعدن موقع پخت. یه همش هم بزنیم که هرچی گوجه هست مخلوط بشه. خب برای یه دونه قوطی کنسرو بین 4 تا 7 دونه سیر لازم داریم، بستگی به اندازه سیرتون. خب یه مایتابه میذاریم روی گاز، میذاریم که داغ بشه. روغن زیتون رو بهش اضافه میکنیم. روغنمون که داغ شد سیر رو بهش اضافه میکنیم. سیر رو هم میتونید با چاقو خوردش بکنید یا اینکه لهش بکنید. یه چند دقیقه بذاریم که سیره تفت بخوره، ولی نمیخوایم که سیرمون به رنگ قهوه‌ای در بیاد یا طلایی بشه. یه کوچولو که تفت بخوره کافیه. بعد گوجه رو بهش اضافه میکنیم. بعدش نمک، فلفل چیلی، ریحون خشک و پونه کوهی و یکم هم فلفل سیاه. اینا رو خوب با هم میزنیم. خوب که با هم مخلوط شدن، اون آب گوجه فرنگی که توی قوطی نگه داشته بودین رو بهش اضافه میکنین. خب باید یکم بذارین این جوش بخوره با هم دیگه. بعد که یه قول خورد زیرش رو کم میکنین و میذارین یه 20-25 دقیقه بمونه که آبش قشنگ بره و به حالت غلیظ در بیاد. خب الان نوبت مرغمونه. چربیای اضافه شو بگیری اول. بعدم به 2 تا قسمت تقسیمش کنین، یه جوری تقسیم کنین که این حجماشون با هم دیگه مساوی بشه.
بعد که بریدین دونه دونه اینا رو رپشون میکنیم. فقط خیلی محکم اینا رو نباید رپ کنیم که جا داشته باشه که وقتی میکوبیمش بتونه باز بشه. خیلی هم به آرومی باید این کار رو بکنیم چون مرغ سریع پاره میشه. خب اینو فقط یه مقایسه بکنید با قبلیه ببینید که چقدر باید بکوبید. ضخامتش تقریبا هلوش نیم سانت شده و تقریبا هم دو برابر شده اگه بیشتر نباشه. خب یه روش دیگه هم هست که میتونید از این قسمت ضخیم‌تر سینه مرغ این از وسط ببرینش تا بیاد هلوش اینجا، بعد از هم دیگه بازش میکنید و یه حالت خیلی یک نواختی پیدا میکنه، ضخامتش همش مساوی میشه و تو پختش خیلی راحت تره. خب یه دست رو باید بذارید روی مرغ اینطوری و بعد چاقو رو بذارید وسطش رو، چاقو رو هدایت بکنید به سمت این طرف مرغ. یکم دیگه اینجا رو یه شاکی میدین و اینطوری باز میشه. خب تخم مرغمون رو توی ظرفی میشکنیم. یکم نمک و فلفل بهش میزنیم. به آردمون هم نمک و فلفل اضافه میکنیم. و بعد خوب به همشون میزنیم. آرد سوخاری رو باید یه چیزی بهش اضافه کنید که یه ذره مزه بهتری بگیره. یکم نمک بهش اضافه کنید برای این غذا، یکم فلفل و یکم هم پنیر پارمیجان توش رنده کنید. اینو وقتی که به هم بزنیم بعد که سرخ میشه خیلی طعم و مزه بهتری میگیره. خب اول مرغ رو میزنیم توی آرد. بعد توی تخم مرغ. و بعد توی آرد سوخاری. سعی کنید همه جاش به پودر سوخاری آغشته بشه. برای اینکه آرد سوخاری و نمک و فلفل و پنیر و پارمیجان به خورد مرغتون بره، از این کاغذهای شیرینی پزی استفاده کنین. یه دونه زیرش بذارین یکی روش و با وردنه یکم روش فشار بیارین، قشنگ این مواد میره داخل مرغتون. بعد میذاریم توی ظرف دیگه یا مستقیم منتقلش میکنید به مایتابه. خب مایتابه رو میذاریم روی گاز قشنگ داغ بشه. بعد بهش روغن اضافه میکنیم. روغن که داغ شد مرغامونو میذاریم توی مایتابه. اگه یه دوتا تیکه سیر هم بهش اضافه کنین مزه بهتری میگیره. باید هر دو طرفش سرخ بشه. حالاش 3-4 دقیقه طول میشه که هر طرفش سرخ بشه. فقط هم یه بار مرغ رو برمیگردونیم. پنیر ماسترا رو ورقه ای خورد میکنیم. اینا بعداً میره روی مرغمون.
فر رو باید بذاریم رو دمای 400 درجه فارنهایت یا 200 درجه سانتیگراد گرم بشه. بعد که مرغتون سرخ شد، مرغ رو منتقل میکنین به یه مایتابه، زیرش یکم از این سوسی که درست کردیم میریزین و روش هم یک کم بازم از همین سوس، بعد روش پنیر موتزارلا رو میذارین، بعدم پنیر پارمیجان یکم روش رنده میکنم. غذامون آماده است، روشا اومده که با هم دیگه امتحان کنیم. این غذا رو میتونید همینطوری خالی سرو کنید، اگه دوست داشته باشید میتونید با ماکارونی یا اسپاگتی سروش بکنید، اگر هم نه میتونید لای نون بذارید مثل ساندویچ میل بکنید. ما ماکارونی میخوریم. آره. خب ماکارونی رو میذارید توی ظرفی که میخواین، از همین سس یکم میریزین روش، یه قاشق دیگه هم از همین سس دوباره بر میدارین، همون جایی که میخواین مرغتون رو بذارین میریزین که این بشینه روی یه لایه سس. کم دیگه. چی یادمون رفت بزنیم؟ پارمیجان دوباره. چطور بود؟ پرفکتو. آره. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید، کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد. مخصوص ایتالیایی فقط. خب این هم میتونید به اندازه دلخواهتون هر جوری که دوست داشتین ببرید. Thank you.
عکسش کن از اون ور بس. دو تا رو با هم ور داد. آره. بنده دلخواه در اومد. دلخواه نشون بده. خب امیدوارم که این غذا رو درست کنید، در خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنین، کامنت برامون بذارین. دیگه چی؟ تا هفته بعد. عالی بود. آره. By the way. میشه بگم؟ تا هفته بعد خدافظ. Peace.